بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم محضر یکایک دوستان و برای همه از درگاه خداوند کریم پاداشهای کریمانه میطلبم. شبهای قدر هم بر قدر شناسان مبارک باد. امیدوارم که همگان رو در دعاهای خود سهیم و شریک کنند. به داستان برگردیم. داستانی رو که مولانا برای ما آغاز کرد، داستان زید نامی بود که در حقیقت نام اصلی او حارسه بود، که پیامبر او رو روزی در مسجد پس از نماز صبح دیدند که زرد رو و پریشان حال و خواب‌آلوده نشسته است. احوال او رو پرسیدند و او ناگهان به سخن در آمد و گفت که آقا، من به یقین رسیدم. و ایشان پرسیدند که نشانه یقینت چیست؟ گفت که مردم به آسمان نگاه می‌کنند و فقط ستاره ها رو می‌بینند، اما من عرش را با عرشیان می‌بینم، بهشت را و جهنم را می‌بینم، صفحات عرصات محشر رو میبینم، نامه ها رو میبینم و فرشتگان رو میبینم. پیش میرفت و پیش میرفت و میگفت و میگفت. شاید هم کسانی به دور و پیامبر گرد آمده بودن تا اونجا که پیامبر به او هشدار داد و گفت که بس، لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس. از اینجا به بعد مولانا وارد توضیحاتی شد، گفت که آینه را نمیتوان از آینه بودن باز داشت، ترازو را نمیتوان برای راستنمایی ملامت کرد و به ترازو فرمان داد که وزن را چنان نشان بده که من میخواهم، یا با آینه گفت که صورت را چنان نشان بده که من میخواهم. اگر آینه و میزان فرمانبران کسانی بودند، آنگاه نه میزان بودند و نه آینه. همه قوت اونها، همه ارزش اونها در این است که فرمانبردار کسی نیستند. به میل کسی راست یا دروغ نمیگویند، بلکه محض حقیقت رو نشان میدن. این نباشد ما چه ارزیمه جوان، کی شویم آیینه روی نیکوان. اگر این خاصیت و خصلت در ما نباشد، چه ارزشی داریم ما؟ مثل سنگ خواهیم شد، مثل دیوار خواهیم شد و مثل همه اشیاء دیگر. خب این چنین است. پیامبر به زید یا به حارثه گفت که تو آینه صفت حقایق رو میتابانی و نشان میدهی، من هم نمیتوانم به آینه وجود تو بگویم دگرگونه نشان بده، زشتها رو زیبا بنما، زیباها رو زشت بنما، این نشدنیست. اما میتوانم بگویم که آینه را پنهان تا آینه چیزی را نشان ندهد، لیک درکش در بغل آینه را، که از تجلی کرد سینا سینه را. ولی بغل، در بغل کن، در جیب بگذار آینه را، در اون کیف نمدی بگذار و در جیب قبا بگذار آینه ای که از تجلی سینه را مانند تور سینا کرده است. تور سینا همون کوهی یا تپه‌ای بود که مطابق حکایات توراتی و قرآن موسی بر آن کوه رفت و در آنجا تجلیات حق رو دریافت کرد و موسی به بیهوشی و به صحبه افتاد و آنگاه برخاست و الواح رو گرفت و به پایین کوه آمد و تحت فرمان رو به اسرائیلیان و به پیروان خود ابلاغ کرد. باری سینا یا همون که در قرآن هست و تور سینین، بعضی ها هم گفتن که این سینین همون سیون است یا سهیون، اونم جبلی است، اون هم کوهی است، احتمالاً آن یا اینکه تپه دیگری باشد. هر چه که هست، در اینجا از تجلی کرد سینا سینه را، یعنی سینه را هم تابنده کرد و پر نور کرد. گفت، این یک گفتگوی خیالی نیست که اینجا ما
مولانا صورت داده است. گفت یعنی یک شخص، یک پرسنده فرضی، گفت آخر هیچ گنجد در بغل آفتاب حق و خورشید ازل؟ مگه میشه خورشید رو در بغل پنهان کرد؟ کار شدنی نیست. هم دغل را هم بغل را بردرد، نی جنون ماند به پیشش نی خرد. همه چیز رو پاک میکنه، میسوزاند و از میان بر میدارد. مگه میشود دست بر آفتاب نهاد یا آفتاب رو به کهگل اندود و چهره اون رو پوشاند؟ پاسخ داد اون پاسخگوی فرضی، گفت ولی چرا؟ نمونه داریم در عالم. چشم تو همه چیز رو میبینه. چشمت رو ببند، انگشت بر چشمت بنه، یک اصبع چو بر چشمی نهی، بینی از خورشید عالم را تهی. میشود خورشید رو به این صورت پنهان کرد، با ندیدن خورشید، نه با گل اندود کردن خورشید که البته ناشدنی است. اصبع این انگشت. گفت یک اصبع چو بر چشمی نهی، بیند از خورشید عالم را تهی. یک سر انگشت پرده ماه شد. همین با سر انگشت هم میتوانی چشم رو بپوشانی و اون میتواند حاجب ماه بشود، یعنی مانع دیدن ماه بشود. وین نشان ساتری شاه شد. این نمونه ایست از ستاریت خداوند. ساتری شاه یعنی پوشانندگی سلطان عالم، ستاریت خداوند. خداوند این طور می پوشاند بدی ها رو، چشم ها رو می بندد تا بدی ها رو نبینند، و الا بدی ها به حقایق به خودی خود آشکارند. اما چنان می کند و چنان انگشت بر چشمان آدمیان می نهد که دیده بینا نداشته باشند، تا بنوشاند جهان را نقطه ای، مهر گردد منکسف از سقطه ای. سقطه یعنی سقوط، یعنی لغزش. آفتاب از اینکه می لغزد و می افتد در اون عقده زنب، به قول گذشتگان که اون حد فاصل بین منطقه البروج است و این دایره یا بیزی که زمین روی او میچرخد، حالا به اعتقاد گذشتگان مهر گردد منکسف از سقطه ای. باری یا به قول سعدی میگه آفتاب بدین بلندی را لکه ابر ناپدید کند. او در یک مسئله اخلاقی این را میگوید که صحبت بدان تو را پلید کند، آفتاب بدین بلندی را لکه ابر ناپدید کند. به هر حال میشه جلو چشم رو گرفت تا حقیقت رو نبیند، نه اینکه خود حقیقت در عالم واقع محو شود. او محو شدنی نیست. حالا مولانا ادامه میدهد اینجا سخنان اوست تا به داستان زید برگردیم. لب ببند و عور دریایی نگر، یعنی عمق دریایی رو ببین. بحر را حق کرد محکوم بشر، خداوند دریا رو محکوم آدمیان کرده است. حالا این میتواند منظور همین دریای ظاهر باشد که در اختیار و در تصرف آدمیان است، از او ماهی میگیرند، از او گوهر میآورند، بر او کشتی میرانند، در او شنا میکنند و اصناف این کارها، و یا اینکه منظور حالا این بحری است که در درون آدمی روان است. همچو چشمه سلسبیل و زنجبیل، هست در حکم بهشتی جلیل. همینطور که در قرآن هست در سوره انسان، اینن فیها تسما سلسبیلا، یک چشمه ایست در بهشت که نامش سلسبیل است و در اونجا بهشتیان شرابی می نوشند که کان مزاجها زنجبیلا، با زنجبیل آمیخته است. مولانا در اینجا زنجبیل رو هم گویی که چشمه ای گرفته است. شاید منظورش این بوده که آب چشمه سلسبیل با آب چشمه زنجبیل می آمیزد، ولی ظاهر آیه قرآن این نیست که زنجبیل چشمه ای باشد. خب اینا پیداست که زنجبیل و امثال اینها در اون روزگار در عربستان پیدا می شده است و جزو کالاهای تجاری بوده است که می بردند و می آوردند و منشأشون هم البته هند بوده.
همچو چشمه سلسبیل و زنجبیل هست در حکم بهشتی جلیل، چارجوی جنت اندر حکم ماست، این نزور ما ز فرمان خداست. در بهشت چهار جوی هست. در غزلی که مولانا دارد در دیوان شمس میگه از علم نشرح روان کن، چهار جو در سینه هم، جوی آب و جوی خمر و جوی شیر و انگبین. چهار جو در جنگل هست یا در بهشت هست، یکی جوی انگبین یعنی عسل، دیگری جوی شیر، دیگری جوی خمر یعنی شراب و دیگری جوی آب. این چهار جو رو چنان که در روایات هست بهشتیان به فرمان خود روان می کنند، به این سو و اون سو، و به او فرمان می دهند که بیا در خانه ما شیر بیاور، عسل بیاور، چنین و چنان کن. یکی از دانشمندان پاکستانی محاسبه کرده بود که برای اینکه عسل در جو روان باشد شیب اون جو چقدر باید باشد، چون عسل با این ویسکوزیتی که داره مثل آب نمیتواند روان باشه، لاجرم باید جوها شیبدار و سرازیر باشند. بماند و بروید و بخوانید اون مقاله اون جناب رو. باری چار جوی جنت اندر حکم ماست، این نزور ما ز فرمان خداست. هر کجا خواهیم داری مشروان، همچو سهرن در مراد ساهران. مانند ساهرانی که بر ابزارهای سهریه خود توانایی دارند، همچو این دو چشمه چشم روان، میاد سراغ اندامهای آدمیان، مثل دو چشمه چشم هست در حکم دل و فرمان جان. شما می توانید با ذهنیت علمی امروزینی که دارید به جای دل و جان بگذارید مغز، بگذارید برین. خب این دو چشمه چشم روان در حکم کیست؟ در حکم مغز است. مغز فرمان می دهد که چشم به این سو بگردد، به اون سو بگردد، الی آخر. گر بخواهد رفت سوی زهر و مار، ور بخواهد رفت سوی اعتبار. اعتبار یعنی عبرت گرفتن. می تواند سوی زشتی ها برود، تلخی ها برود، می تواند به چیزهای معمولی بنگرد و از اونها پند بگیرد، عبرت بگیرد، یعنی به ما ورای اشیاء محسوس برود و از اونها فراتر. گر بخواهد سوی محسوسات رفت، ور بخواهد سوی ملبوسات رفت. ملبوسات هم میتواند به معنای ملبوسات یعنی لباس باشه و احتمال قوی به معنای مشتبهات است، برای اینکه التباس در عربی به معنای اشتباه است، دو چیزی که با هم مشتبه میشوند میگن ملتبس شدن. لذا میتواند به سوی محسوسات قطعی برود، میتواند به سوی امور ظنی و شبهناک و مشتبه برود، به سوی ملبوسات. گر بخواهد سوی کلیات راند، ور بخواهد حبس جزویات ماند. البته این چشم ها دیگه چشم های ظاهر نیستن، اینجا مولانا قدری فراتر رفته است از توانایی هایی که حواس ظاهره ما دارن. خب چشم مثلا جزئیات رو میبینه، حواس ما فقط جزئیات رو میبینن، فکت ها رو میبینن، امور خاص رو میبینن. بعد ذهن ماست، مغز ماست که ابستراکشن میکند، تجرید میکند، انتزاع میکند و از اونها کلی میسازد. یعنی من این کتاب رو میبینم، آن کتاب رو میبینم، کتاب کلی رو که نمیبینم. کتاب کلی در خارج وجود نداره، در خارج این کتاب و اون کتاب خاص وجود داره، این انسان و اون انسان خاص وجود داره. انسان کلی فقط تو ذهنه، کتاب کلی فقط تو ذهنه. کتابهای خارجی، انسانهای خارجی مصادیق و افراد اون انسان کلیه. این انسان کلی رو چشم نمیبینه، چشم هم نمیسازه، چشم فقط این مواد خام رو و خاص رو تحویل ذهن میده و بعد یه قدرتی ده هست در ذهن که حالا ما به سادگی این قدرت ابستراکشن، این تجرید که فوق العاده امر رازآلودیست، از این یک مفهومی میسازد که کلیست و این کلیات چنان که هممون میدونیم دایرهشون از محسوسات فراتر میرود. این وقتی که من میگم کتاب، فقط به کتابهای امروز اطلاق نمیشود، به کتابهای فردا و پس فردا و ده قرن بعد و صد قرن بعد هم اطلاق میشود، همچنان که به کتابهای گذشته.
فقط به کتابهایی که من دیدم اطلاق نمیشه، به کتابهایی هم که ندیدم اطلاق میشه. به قول اون طرف که میگفت چه بسیار کتابها که هنوز نوشته نشده است، چه مقدار فیلم ها که هنوز ساخته نشده است. بله، فیلم هایی که ساخته نشده به اونها هم میشه فیلم گفت. وقتی هم که ساخته میشوند که خب مصادیق اون فیلم کلی هست. باری چشم ما اصلا کلن حواس ما برای ادراک کلیات نیست، برای ادراک جزئیات است. ولی ما یک حس درونی داریم که به او مفکره میگویند یا عاقله، که کارش ساختن کلیات و ادراک کلیات است. این کلیات هم حالا مطابق رأی فیلسوفان گذشته، ارسطوییان و مشاریان همچنین اشراقیان، کلیات در دو سطح، کلیات خیالی و کلیات عقلی. اونها معتقدند که اغلب مردم کلی که میسازند در سطح کلی خیالی است، یعنی هنوز صورت با اونهاست. یعنی کتاب کلی برای اونها، هم از اونها بپرسید، همچنین صورتی داره، بالاخره جلدی، چند ورق کاغذی. اما کتاب عقلی نباید هیچ صورتی داشته باشه. اما این کتاب بی صورت عقلی ظاهراً شکار هر کسی نیست و اون کتاب است که کتاب است، یعنی کلی واقعی است. باری این کار حواس ما نیست، کار حواس باطن است. اینجا مولانا ظاهراً نمیدونم چرا نسبت میدهد به چشم ما، میگوید که این چشم، دو چشم، چشم روان، خب گر بخواهد سوی محسوسات رفت، ور بخواهد سوی ملبوسات رفت، گر بخواهد سوی کلیات راند، ور بخواهد حبس جزویات ماند. بخواهد و نخواهد نداره، اصلا حواس ما حبس جزویاتن، محبوس در جزویاتن، فراتر از او نمیرن. بله، یه قوه دیگه باید براند، قل بدهد، بشتابد و بتازد به سوی کلیات. همچنین هر پنج حس چون نایزه، نایزه یعنی لوله، نای مثل چند لوله بر مراد و امر دل شد جایزه. جایزه یعنی همون جایز، یعنی مرخص، یعنی واجد رخصت. جواز یعنی عبور، جواز یعنی عبور، که ظاهرا کلمه فارسی جواز باشه و در عربی جازه یعنی رفت، یعنی روان شد. و وقتی هم که میگیم که فلانی فرمان رواست، یعنی فرمانش میرود و جاری میشود. باری این پنج حس ما که حس باصره و سامع و غیره باشه، بر مراد و امر دل شد جایزه. هر طرف که دل اشارت کردشان، میرود هر پنج حس دامن کشان. دست و پا در امر دل اندر ملا، در ملا یعنی در ملا، یعنی پابلیک، در عموم. همچون در دست موسی اون عصا، دل بخواهد پا درآید زو به رقص، یا گریزد سوی افزونیز نقص. دل بخواهد دست آید در حساب، با عصابه تا نویسد او کتاب. در حال این اندام ها سر خود کار نمی کنن. یه فرماندهی هست، فرمانده نامرئی و نامحسوس، که در درون ما نشسته است، که حالا یا مغز ماست و یا فراتر از مغز مادی یک فرمانده دیگری هم هست که تازه او بر مغز فرمان می راند و بعد مغز هم بر اندام ها فرمان می راند. و این هم یکی از همون رازهای حل ناشده است تا امروز، علی‌رغم پیشرفت‌های بسیار زیادی که در نوروساینس صورت گرفته. اما حقیقتاً این مطلب که مایند و بادی اینا چه ارتباطی با هم دارن و آیا این مایند و بادی تمام همانی هستند که آدمی دارد و دیگه فراتر از او چیزی ندارد، یا نه بر سر مایند، بر سر که مایند هم در واقع در نوروساینس یعنی برین، بر سر برین چیز دیگری نشسته است، محل اختلاف است. به هیچ وجه به سه حل تام نشده است. البته پاره از ساینتیست های ماتریالیست اصرار دارند که راز ادراکات گشوده شده است و سری در میان نمانده است، همه چیز پیداست، همه چیز برمیگردد به این بایوکمیستری مغز
و اینکه در اونجا چه مولکول‌های رفت و آمد دارند و در چه مدارهای الکتریکی می‌گردند. اما خب ظاهر این حرف شاید زیبا به نظر برسه و کسانی را آرام کنه، اما حقیقت این است که اشکالات و مشکلات در اینجا بسیار زیاده. یعنی دو مشکل خیلی بزرگ اینجا نوروساینس با روبرو هستن که حالا بد نیست من اینجا عرض بکنم. یکی مشکل اختیار است. خب ببینید الان نوروساینتیست ها خیلی به راحتی و به صراحت میگوین، من در درس هایی که دانشگاه ها میدن و من گوش میکنم آنلاین، خب خیلی به صراحت و با افتخار و با ابتهاج میگن نشانی از اختیار در آدمی نیست. همه چیز گردش های این مولکول ها در مغز است و اینها هم تابع قوانین فیزیک و شیمی و غیره هستند. یه چیزی، یه عنصری، یه ماده‌ای، یک سیستمی به نام اختیار ما در هیچ جای بدن کشف نکردیم. خیلی شبیه اون که اون کلود برنار فیزیولوژیست فرانسوی قرن 19 هم می گفت من تا خدا رو، تا او رو زیر چاقوی تشریح خودم، ببخشید، تا روح رو زیر چاقوی تشریح خودم نبینم باور نمی کنم. اینا هم دقیقا همون رو میگن. یعنی یک ترند است، یک روند است که جاری است که ما این میکروسکوپی که داریم و این چاقوی تشریح و این لابراتواری که هر روز هم پیچیده تر میشود، اینا نبان نشون نمیده اختیار رو. راست هم میگن، اختیار رو نشان نمیده. ولی این درست اتفاقا یک حجتی است علیه اونها، نه حجتی به نفع اونها، برای اینکه اختیار واضح‌تر و بدیهی‌تر و قطعی‌تر و نافذ‌تر از آن است که بتوان او را انکار کرد. ما اگر بخوایم اختیار انکار کنیم، این آفتاب روشن رو هم اختیار کنیم، انکار کنیم، هیچ فرقی با او نداره. از آفتاب برای آدمیان روشن‌تر است که مختارند. دلیلش هم این استش که ما گریبان آدمیان رو میگیریم. چرا این کاری کردی؟ چرا اون کاری کردی؟ زندان میبریم، مجازات میکنیم، جایزه میدیم، تشویق میکنیم، تحسین میکنیم، ملامت میکنیم. اینا همش به دلیل اختیار. دادگاه درست کردیم، پلیس به وجود آوردیم و غیره و غیره. خب اگر بنای حتی استدلال میکنیم، همین که با هم بنده برای شما استدلال میکنم، شما ممکنه در مقابل من دلیل دیگری بیارید، این دلیل اختیاره. چرا؟ برای اینکه اگر بنا به جبر باشه، خب من مجبورم این حرفا رو بزنم، شما هم لابد مجبوری چیزایی در مقابل من بگید، هیچ چه نتیجه‌ای. در حالی که استدلال اصلا معناش این هستش که ما دو فعل اختیاری، دو منطق رو روبروی هم قرار میدیم. وجود اختیار برای آدمیان چنان که گفتم و بی مبالغه بدیهی‌تر و روشن‌تر است از این خورشید تابان. و ما حالا بگیم اگر بنده این رو در زیر چاقوی تشریح یا توی لابراتوار خودم پیدا نکردم، پس منکر او هستم. این می شود همون که مولانا گفت که فلسفی مر دیو را منکر بود، در همان دم سخره دیوی بود. این انکار در واقع به انکار بدیهیات برمیگرده و وقتی که شما بدیهیات رو انکار کردید، زیر پای همه علم رو زدید، یعنی بقیه نوروساینس هم از بین میره. برای اینکه اونا رو هم لابد شما مبتنی بر آزمایش کردید، مبتنی بر یک سری پیش‌فرض‌های بدیهی کردید. خب اگر اینجا حاضرید یک بداهتی رو زیر پا بگذارید، جای دیگه هم هست. میگید چی؟ میگیم هیچی، دانش خودتون رو توسعه بدید. میگیم تو پیش‌فرض‌های شما حتما یک لنگی هست، یک خلأی هست، اونا رو علاج کنید. نه اینکه بگید که چون پیش‌فرض‌های ما به او جان میده پس او وجود نداره. نه، پیش‌فرض‌های شما تنگه، این اتاق رو گشادتر کنید تا این مهمان هم بتواند بیاد، چون این مهمان بیرون در نمی‌ماند. این مهمان نیست، اصلا این صاحب خانه است. این اختیار صاحب خانه است. وجود آدمی تفاوتش با جماد و نبات و اینا هم این اختیار داشتنش. اختیار مبنای اخلاقه. اختیار نباشه اخلاقی هم ما نداریم. شما با انکار اختیار قلم بطلان بر همه اینا می‌کشید. و این اختیار چندان فربه هست که هیچ قلمی جرأت ندارد که او را از صحنه وجود حذف کنه، بلکه او شما رو حذف خواهد کرد. خب این نکته اول که این به منزله یک مسئله بسیار جدی است که اونها نمیتوانن حل کنن و راه حلش انکار اختیار نیست، بلکه تسلیم به اختیار شدن است و تغییر دادن در پیشفرض‌های دانش برای اینکه جایی هم برای این باز کنه.
دوم مسئله تحرک بالاراده است. تحرک بالاراده هم که قدما از قدیم الایام احتمال میدن، حتی در تعاریف ارسطویی هم از حیوان آمده است، که حیوان یعنی در قیاس با گیاهان، خب گیاهان رو میگفتن صاحب نفس نامیان، یعنی یه قدرتی دارن که یه خصوصیاتی دارن که باعث نمو اونها میشه، یعنی برخلاف جمادات و سنگ ها که رشد و نمو نمی کنن، گیاهان تغذیه میکنن و نمو میکنن. این رو اونا نسبت میدادن به یه موجودی به نام نفس، البته نفس در اینجا غیر مادی نیست. بعد میرسیم به حیوانات که در مورد حیوانات هم گفتن که حیوان یک جسمی است که اولا رشد کننده است، ثانیا حساس است، یعنی به محرک های بیرونی پاسخ میدهد، جسم حساس است، و آخرش چی؟ متحرکون بالاراده، با اراده حرکت میکنه. ببینید به قول مولانا میگه اون درختی جنبد از باد سحر و اون درخت دیگر از زخم تبر. درختان نمی جنبد، اگر به جنبند یا زخم تبر اونها رو می جنبانه یا باد سحر می جنبانه یا عامل دیگری، به خود حرکت نمی کنن، خودشون راه نمی افتن. اما حیوانات و انسان ها، ما که جزو حیواناتیم، ما متحرک بالاراده. من اینجا نشستم و ناگهان خودم تصمیم می گیرم که برخیزم، خودم تصمیم می گیرم که راه بیفتم. این تصمیم، این اراده برای حرکت از کجا پیدا میشه؟ ما در مورد موجودات دیگه خب همیشه میگیم دیگه، میگیم پول پوش، همین قانونهای نیوتونی که شما با عمل و عکس العمل و غیره و فورس و انرژی و اینها بالاخره حرکتی رو و کاری رو در عالم خارج انجام میدید. در مورد خود ما در حیوان این چگونه میشود که من خودم رو تکون میدم، حرکت میدم؟ البته در من انرژی هست و این انرژی رو من به کار میگیرم تا به حرکت بیفتم، درسته؟ یعنی حرکت کردن من تابع قوانین شیمی و فیزیک و شیمی و غیره است. با همه این احوال اراده در اینجا مدخلیت داره، اراده من منو حرکت میده، در حالی که این میز و صندلی رو اراده حرکت نمیده. این دو خصوصیت که در حیوانات هست، البته در انسان هست، هر دو در انسان، یکیش در انسان و حیوان، یکیش اختیار است که مال ما آدمیان، البته در حیوانات هم اختیار ضعیفی هست، و تحرک بالاراده که دیگه در هر دوتا هست. اون اسب هم همینطوره، یه مرتبه راه میفته، اون حلزون هم همینطور، فرق نمیکنه. اینا متحرک بالاراده تصمیم میگیرن که حرکت کنن، این جسم رو، این فیل مثلا، این وزنه عظیم رو اینا یه مرتبه حرکت میدن. این فرق داره با اینکه یه حیوانی از بالای کوه بغلطه و بیاد پایین، فرق داره با اینکه طوفان شدیدی بوزده یه درخت رو از جا بکنه، خود از درون این حرکت میجوشد. این دوتا حقیقتش این استش که در نوروساینس جواب کافی پیدا نکرده است. نه اینکه بگم هیچی نمیگن در این باره، چرا؟ میگن، البته میگن، حرفای خوشگلی هم میزنن، ولی پاسخ سوال نیست. و حالا این که مولانا اینجا داره برای ما میگه که دل بخواهد یا مغز بخواهد، برین بخواهد، دست آید در حساب، با اصابع، یعنی دست با انگشتان، تا چی؟ تا نویسد او کتاب. این به نظر خیلی ساده میاد، چون ما هر روز در همین احوالی میگه، هر روز داریم یه کاری میکنیم، دلمون میخواد، مغزمون فرمان میده این کارو بکن اون کارو بکن، نمی اندیشیم که این چه حرکت و چه پدیده رازآلودی است. واقعا دست در دست نهانی مانده است، او درون تن را برون بنشانده است. میگه این دست ما تو دست یکی دیگه است که همون دست دل باشه، اون دست این دست رو به حرکت میداره. البته بیان تمثیلی و متافوریکال است و خودش درونه، یعنی پنهانه، تن رو برون بنشانده است، تن بیرونه، ولی اون از پشت سر و مخفیانه این بدن رو حرکت میده. گر بخواهد بر عدو ماری شود، ور بخواهد بر ولی یاری شود، یا شما رو به سوی حمله کردن و از پا در آوردن کسی وا می‌دارد که بروید دشمن رو از پا در آورید، ماری بشید برای دشمنتون، یا اینکه یاری بشید برای یارتون،
رسیدگی کنید و دوستی کنید. ور بخواهد کفچه ای در خوردنی، ور بخواهد همچو گرز دهمنی، الی آخر. خب حالا ادامه بدیم. این حرفا رو چرا گفت مولانا؟ به خودی خود البته نکات نیکویی است، تأمل کردنی است. دل چه میگوید بدیشان؟ ای عجب، طرفه وصلت، طرفه پنهانی، سبب. دل میگوید که ببینید چه پدیده عجیبی است، یک وصلت، یک اتصال طرفه ای، یک پیوند شگفتی در اینجا اتفاق افتاده است، یک سبب، یک علیت نهان در اینجا کار می کند. دل مگر مهر سلیمان یافته است که مهار پنج حس برتافته است. پنج حسی از برون میسور او، پنج حسی از درون مأمور او، ده حس است و هفت اندام و دگر اندر آنچه اندر گفت ناید می شمر. مهر سلیمان همون خاتم سلیمان است، همون که در افسانه ها آمده است، البته در قرآن نیامده، که سلیمان یک انگشتری داشت و بر این انگشتری یک نقشی بود، همون نقشی که اکنون بر پرچم اسرائیل هم هست، او ستاره داوود میگن، دوتا مثلث معکوسه که اضلاعشون در هم رفته، این همون مهر سلیمانه که میگوین که این خاتم سلیمانی تا وقتی که در دست سلیمان بود، سلیمان سلیمان بود، یعنی امرش نافذ بود و همه جانوران و کون و مکان از او اطاعت میکردن. اما وقتی که بر اثر یک اشتباهی رفته بود حمام و انگشتری خودش رو در آورده بود و یک دیوی در کمین بود و آمد و اون انگشتری رو به دست کرد و چند سباهی به جای سلیمان بر تخت نشست و چون این انگشتری دست او بود، به صورت یک سلیمان کاذب بر همه فرماندهی میکرد، تا رفته رفته فهمیدن که این دروغین است و سلیمان دوباره به تخت برگشت و اون انگشتر رو به دست کرد. و قصه خاتم سلیمان در ادبیات ما بسیار به کار رفته است، یا مهر سلیمان. خاتم هم یعنی مهر دیگه، یعنی اون چیزی که با او مهر میکنن، امضا میکنن. خاتم هم یعنی اون چیزی که ختم میکنن نامه رو با او. دل مگر مهر سلیمان یافته است که مهار پنج حس برتافته است. دل یا مغز مگر سلیمان است؟ انگشتری سلیمان مگر در دست اوست که پنج حس در اطاعت او و در تسخیر او هستند؟ پنج حسی از برون، یعنی همین حواس ظاهره، میسور او. میسور یعنی آسان شده، یعنی به آسانی در اختیار او. پنج حسی از درون مأمور او. پنج حس هم در باطن داریم، حس متخیله و مفکره و حافظه و ذاکره و پنج تا حس میشه مردن. پنج حسی از درون مأمور او، ده حس است و اینا ده هستند و هفت اندام، که اندام ها رو هم حالا تقسیم بندی میکردن، خیلی اهمیتی نداره. و همچنین تمام بدن در اختیار این دلند به اصطلاح، یا جانند، یا مغزند، یا مایندند، حالا بنابر اختلاف تعابیر یک مرکز فرماندهی در اینجا وجود داره. ملاحظه کنید ما حرکات ظاهره رو نسبت میدیم به فرمان دل. این یک بحث فلسفی است. مرحوم آقای طباطبایی هم این رو مطرح کردن و البته از اون گذشتن. حرکات ظاهره رو، یعنی من دستم رو تکان میدم، این رو نسبت میدهم به فرمانی که از مغز میاد، پام همینطور، زبان من همینطور و امثاله. ولی فقط این حرکات نیست. الان در خون من بسیار حرکت، خود نفس جریان خون، این همه نقل و انتقالات داخل مولکولی، همین عضلات من که منقبض و منبسط میشون، اون پروتئین هایی که خیلی جالبه تو فیزیولوژی که میگن مثل کشو، این پروتئین ها در هم میرن بیرون، اینا همه حرکت های هستن که صورت میگیرن. این ترکیب ها و تجزیه ها، این آنابولیزم و کاتابولیزم و متابولیزم و نمیدونم همه اینجور چیز ها، اینا همه صورت میگیرن. مرحوم آقای طباطبایی در یک جایی میگن که من الان دلیل قاطعی نمیتوانم ارائه کنم، ولی گمان میکنم که همه اونها هم به اراده نفس است. یعنی همه حرکات رو باید فرماندهی بشه،
فقط این نیست که وقتی من دستمو تکون میدم به فرمان مغز منه و به اراده منه، بلکه همین حرکات خرد 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 که میلیون ها از او در هر لحظه در بدن ما صورت میپذیرد، اینها هم به فرمان نفس است. وقت مرحوم ملا صدرا، صدر متعلین شیرازی، فراتر از این میره، میگه اصلا این قلب که میزنه خب حرکتی است دیگه، حرکتی است. خب ما خیلی راحت این حرکت ها رو نسبت میدیم به این چیزهای الکتریکی و این گره هایی که در مغز هست و در دهلیز و در بطن که الکتریسته منتقل میشود و منقبض میشه و منبسط میشه. خب حالا این در واقع ما این حرکت ها رو کاملا جبری میدونیم، ولی ملا صدرا میگه اینا اراده خفیه نفس است. اینا خیلی حرفای مهمیه، فراموش شده، نادیده مانده. اراده خفیه نفس، این در واقع مثل این که ما دو جور اراده داریم، اراده های آشکار، اراده های نهان. اراده آشکار همین است که خب آشکار است، همه میدونیم من اراده کرده ام که اینجا بنشینم، اراده کرده ام سخن بگویم، از اون طرف اتاق را افتادم اومدم اینا، تو اینا همش اراده است، دست و پای من به اراده من حرکت کرد. ولی خب من میدونم که وقتی من فرمان میدم که پای من حرکت کنه، چه اتفاقات مهمی تو عضلات من میفته، تو خون من میفته، تو سلولای من میفته. به اونا هم من فرمان دادم. اصلا من به چی فرمان میدم که پا را میفته حرکت میکنه؟ به چی من فرمان میدم که این دست؟ به دست. دست که چیزی نیست جز مجموعه ای از همین بافت ها و این انواع مایعات و سیالات که هست، انواع مولکول ها و چیزها به اصطلاح الکترولیت ها که هست. دست همین هاست دیگه و همه اندام ها. من وقتی به دست فرمان میدم به اونا دارم فرمان میدم. وقتی به اونا دارم فرمان میدم مگه من اونا رو میشناسم؟ مگه من میدونم اونا کیان؟ یه همون جاییست که مرحوم علامه طباطبایی میگه من دلیلی ندارم، ولی من میخوام بگم که به یک علم خفی روح ما، نفس ما، همه بدن ما رو میشناسه. یعنی علم به تمام این مولکولا داره. خیلی این حرف مهمی است. من سالها پیش این رو که میخوندم بر تیز ذهنی این مرد آفرین گفتم. وقتی که مغز من یا روح من، نفس من فرمان به بدن من میده، فرمان به دست من میده، دست من، بله این یک چنین اندام بزرگی است، ولی این از اجزاء ریز ریستر و ریستر و ریستر تشکیل شده. فرمان باید به همه اونا داده بشه. موجودی رو که شما نمیشناسی چجوری میتونی فرمان بدی؟ یا اینکه او رو در دست بگیری، در تصرف، باید بشناسیش، بشناسیش و به او فرمان بدی. لذا بدن ما به صورت یک جغرافیایی که پر از کشورهای ریز و درشته، در مقابل چشم روان ما کاملا رازش گشوده است، یعنی آشکار است. و بعد گر بخواهد سوی محسوسات ران، گر بخواهد سوی ملحوظات ران. وقت اینجاست که این نفس ما نه به طور کلان بلکه بسیار بسیار ریز و خرد فرمان میراند و حکومت میکند. به این مولکول میگه تو برو اونجا، برو میکنه. به قلب میگه بزن. به این میشود هم علم خفی و هم میشود اراده خفی. اراده خفیه نفس و علم خفیه نفس جزو نکاتی است که در فلسفه صدرایی آمده است. من به یاد ندارم، نمیدونم که در فلسفه بشائی ابن سینا هم آمده یا نه، ولی این با فلسفه صدرایی سازگار است، چون او معتقد بود که النفس فی وحدتهی کل القوا، النفس فی وحدتها کل القوا و فعلها فی فعلها قد انتوا. میگه نفس اصلا همین قواست. داستان خیلی بلنده. میخوام بگم این که اینجا مولانا اشاره میکنه به این مطالب، این مطالب یک لایه های عمیق زیرینی داره که لایق است که دربارش تأمل کنیم. ساده ترین چیزهایی که ما منها رو به رو هستیم، رازآلودترین چیزان، همین بدن ما، همین روح ما، همین مغز ما، همین فرمانهایی که به دست و انگشتان ما میرسه، به عمقش برید، به اون حق اینها وارد بشید، میبینید که چه از یک طرف ظلماتیست و از یک طرف انواریست. حقیقتاً کانت میگفت دیگه، میگفت که دو چیز است که آدمی رو حیرت زده میکنه، یکی این ستاره‌های درخشان در آسمان، یکی اراده و اختیار در آدمی.
که هرچه دربارش فکر کنی جا داره. دل مگر مهر سلیمان یافته است که مهار پنج حس برتافته است. پنج حسی از برون میسور او، پنج حسی از درون مأمور او. ده حس است و هفت اندام و دگر آنچه اندر گفت ناید میشمر. حالا اونه که مولانا میگه اندر گفت ناید، حالا ما میگیم یعنی همین بافت ها، یعنی همین سلول ها، یعنی همین ساختارهای درون سلولی، ساختارهای درون مولکولی، اینا همه در اختیار نفس است که چی؟ مهر سلیمان یافته است. آفرین. چون سلیمانی دلا در مهتری، بر پری و دیو زن انگشتری. گندرین گردرین ملکت دی باشی زریف، خاتم از دست تو نستاند سه دیو. میگه حالا که از فرط مهتری و سروری در حکم سلیمانی انگشتری خودت رو بر دیو و پری بزن. انگشتری خودت یعنی نقش انگشتری خودت رو بزن، یعنی اونها رو در تسخیر خودت بگیر، همه عالم رو زیر نقش خود درآور. و اگر تو در این ملکت یعنی در این مملکت از ریو یعنی از مکر، از پریدی پلیدی بری باشی، خاتم از دست تو نستاند سه دیو. اون سه دیو نمیتوانند بیاین و انگشتری دست تو رو برو باید. این سدیو در اینجا مشکلی بوده برای شارحان، بعضی ها اینها رو سرهم خوندن، سدیو یعنی سین دال یه واو، و گفتن که لابود یک موجودی بوده یا اسم اون دیوی که، ولی نه، اینجا چنان که شارحان و خصوصا مرحوم گلپنارلی آورده است، سدیو از صنایع غزنوی است. من اینجا شعرش رو براتون بخونم، در حدیقه که کتاب مشهور اوست، در بیان حرص و شهوت و خشم میگوید که در انسان سه نوع از سطور و دیو و دد موجودند. عمر دادی به مکر و شهوت و زور، چه تو مردم چه دیو و دد چه سطور. با همه حسرت و فغان و غریو، پای عقلت ببستند سه دیو. با سه دیو ارز آدمی یک دم، تو همان کن که دیو با آدم. منظورش حرص و شهوت و خشم است. اینها سه تا دیون که میگوید که نگذار بر تو چیره شوند، و الا میشوی سلیمانی که انگشتری خود را دست داد. ورز دستت بعد از آن عالم بگیرد اسم تو، دو جهان محکوم تو چون جسم تو. خب اینم نکته عالی دیگری است. ببینید این سخن رو شما نزد خیلی از عرفا میبینید و در آثارشون میخوانید که برای ما تسهیل میکنن چگونگی تصرف بعضی از ارواح قوی و نیرومند رو در عالم خارج. میگویند که ما همه در بدن خودمون تصرف میکنیم، بیانی مفصلی که اینجا مولانا آورد. حالا آیا میشه که این جهان خارج یا بخشی از جهان خارج در حکم بدن ما بشه، روح ما اونها رو هم چنان به ما وصل کنه و پیوند بزنه که گویی بدن اوست؟ بنابراین همطور که روح من بدن من رو تکان میده، بتونه این میز رو هم تکان بده. خب ما میدونیم کسانی کار رو میکردن، یعنی چنین نیروهایی داشتن، امروزی ها چنین انرژی هایی داشتن، از راه دور چیزایی رو میدیدن، چیزایی رو فرا میخواندن، یا با چشمشون میتونستن بعضی از اجسام و اجرام رو به حرکت درآورن، به اشاره میتونستن چیزی رو پرتاب کنن به سوی دیگر و امثال اینها. تحلیلی که و توجیهی که گاهی میکردن این بود که همچنان که آدمی در بدن خودش تصرف میکنه، میتواند چنان با جهان یکی بشود که این وحدت نتیجهش این است که روح او بر این عالم هم گسترده بشود و اون رو هم زیر بال و پر خود بگیرد و به همون نحو که در بدن تصرف میکنه در جهان هم تصرف میکنه. اینجاست که مولانا میگه بعد از آن عالم بگیرد اسم تو، دو جهان محکوم تو چون جسم تو. برز دستت دیو خاتم را ببرد، پادشاهی فوت شد بختت بمرد. بعد از آن یا حسرتا شد یا عباد، بر شما محتوم تا
یوم التناب. بعد از آن دیگه کار تو می شود یا حسرتا، این که در سوره یاسین است، یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به مستهزئین. دریغا دریغا که این بندگان هر پیامبری که آمد او رو تمسخر کرد. یا حسرتا علی العباد، بعد از آن یا حسرتا شد با عباد، بر شما محتوم تا یوم التناد. یوم التناد نامیست از نامهای قیامت. مکر خود را گر تو انکار آوری، از ترازو و آینه کی جان بری. بله، در عالم انسانی می شود انکار کرد، مکاری کرد، ولی ترازو و آینه مکاری نمی کند. یکی از تفاوت‌هایی که بین علوم انسانی و علوم طبیعی تجربی هست، یعنی نشر ساینسز و هیومن ساینسز که در فلسفه علوم از اونها یاد می‌کنن، همین است که یک پدیده‌هایی هست که در عالم انسانی رخ میده و اصلا در طبیعت امکان نداره. طبیعت دروغ نمیگه ولی آدمیان دروغ میگن. طبیعت ریا نمی‌کنه، آدمیان ریا میکنن. طبیعت مکر نمی‌کنه ولی آدمیان مکر میکنن. اون وقت طبیعت اعتبار نمی کنه، یعنی فرض نمی کنه، چیزی رو به جای چیزی نمی گیره، ولی آدمیان فرض می کنن، اعتبار می کنن، متافور می کنن، استعاره می کنن، پنهان می کنن، آشکار می کنن. خیلی کارا هست که ما آدمیان می کنن. لذا آدمی رو نمیشه گفت یه پارچه از طبیعت است. ما رابچر داریم، یه گسست حسابی داریم به عالم طبیعت، به عالم بیجان. و به همین سبب هم علوم طبیعی، علوم انسانی رو نمیشه 100% بر قیاس علوم طبیعی ساخت. این یک نزاعی بود که در اوائل قرن بیستم جاری بود، ولی امروز تقریبا به این نتیجه رسیدن که نه دیگه، اینها دوتا تافته جدا بافتن، نه اینکه هیچ مشترکاتی نداشته باشن، ولی دیگه اون طرحی که آگوست کنت فرانسوی تو قرن 18 هم داشت که میگفت که علوم انسانی رو بیاریم تحویلش میکنیم به تک تک انسان‌ها، انسان‌ها عبارتند از فیزیولوژی و بایوکمیستری، بایوکمیستری یعنی کمیستری، کمیستری هم تحویل میشود به فیزیکس. بنابراین اگر علم فیزیک داشته باشیم همه علوم دیگر رو هم داریم. این یک خواب و خیالی بود. این تحویل، این ردوکسیون به این سادگی‌ها صورت نمی‌گیرد. اینکه مولانا میگه که مکر خود را اگر تو انکار آوری، آره تو آدمی، تو میتونی مکر کنی و بعدم انکار کنی که مکر کردی، ولی آینه و ترازو نه، مکاری در کنی، نمیتونن مکر بکنن، نمیتونن وارونه نشون بدن. حالا یه مثال میزنه باز از عالم انسانی. متهم کردن غلامان و خواجه تاشان، مر لقمان را که اون میوه های ترونده را که می آوریم او خورده است. لقمان یه شخصیت مجهولی است. البته نام او در قرآن آمده، در تورات نیست، در انجیل نیست و چندان هم شناخته نیست. خب یک سوره هم به نام لقمان در قرآن هست و که لقمان نصایحی رو به فرزند خودش میکنه، یا بنیه. خیلی گشتند که ببینن که این لقمان کیست. این آخرین یعنی دریافت ها در حدی که من دیدم و خواندم این است که شبیه ترین نام به لقمان فیلسوف پیش از سقراطی، چون میدونید دیگه فلسفه یونان که اکنون می نویسن از سقراط آغاز میشه، ولی یه بابی همیشه ابتدای کتاب های فلسفه دارن، پری سقراطیک فلسفرز، فیلسوفان ما قبل سقراط، که اونا برای خودشون یه دسته‌ای هستن. فقط یک اجزایی از نوشته‌ها و گفته‌های اونها باقی مانده، کتاب مفصلی و مدونی از اونها در دست نیست. خب یک فیلسوف پیشا سقراطی رو پیدا کردن به نام لوکمون. لوکمون که از قضا سخنانی دارد شبیه همین و گویا که با شاگرد خودش سخن میگفته، اونتا خب این مرسوم است، گاهی به شاگرد میگن فرزندم، پسرم، و گفتند که احتمالاً لقمان قرآنی اشاره به اون لقمان یونانی پیشا سقراطی داره. اما البته جای سوال است که چگونه این در اندیشه اعراب جاری بوده، اونا از کجا میشناختن، به خاطر اینکه
قصه هایی که در قرآن آمده از کتب از صحف دینی پیشین تقریبا قصه هایی است که عرب با اینا آشنایی داشتند. بنابراین قرآن قصه های اون پیامبران رو مفصل نقل نکرده، اشاره ای کرده به اعتبار اینکه شنوندگان میدانند موضوع چیست و کافی است که چند کلمه در باب اونها گفته شود و مسئله فهمیده شود. در مورد لقمان هم همینطوره. اما این لقمانی که فیلسوف یونانی پیش از سقراطی مال 2000 سال پیش از پیامبر و در عربستان چه کار میکرده، حکمت‌های او چگونه به اونجا رسیده بوده، جز به سوالاتی است. اما از اون طرف هم لقمان موجود شناخته شده هم نیست. در ادبیات گذشته متون یهودی و یا مسیحی اونجا هم پیداش نمیشه. اینه که همیشه سوالی بوده. آخرین پیشرفتا همین بود که عرض کردم، فیلسوف لقمان نام پیشا سقراطی. حالا هرچی، منتها عجیب این استش که این لقمان در داستان مولانا سیاه پوسته و مشکل میتوان یونانی ها رو سیاه پوست دانست. هرچی، در قرآن البته سیاه پوستی مطرح نیست. متهم کردن غلامان و خواجه تاشان. خواجه تاشان یعنی همردیفان، یعنی همه کسانی که غلام یک خواجه هست، اینا خواجه تاشان، یعنی زیر نظر و زیر اطاعت یک خواجه هست. لقمان رو خودشون میخوردن میوه های تراونده، تراونده نوبر، تر و تازه خودشون میخوردن. بعد وقتی که خواجه میگفت خب این میوه هایی که آوردن چه شد، میگفتن این آقا خورد. و اینچنین بود که لقمان متهم شد و بعد لقمان یک چاره اندیشید برای رفع اتهام. متهم کردن غلامان و خواجه تاشان مر لقمان را که اون میوه های تراونده را که می آوریم او خورده است. بود لقمان پیش خواجه خیشتن، در میان بندگانش خارتن. می فرست خارتن یعنی چندان مورد توجه نبود. می فرستاد و غلامان را به باغ، تا که میوه آیدش بهر فراغ. بود لقمان در غلامان چون طفیل، یعنی کوچکتر از اونا بود، حالت طفیلی داشت، پرمعانی، البته چیزدان، ولی تیر صورت همچو لیل، صورتش سیاه. اون غلامان میوه های جمع را خوش بخوردند از نهیب طمع را، یعنی طمع به اونها نهیب زد و زیر فرمان طمع میوه ها را خوش بخوردند. خواجه را گفتند لقمان خورد آن، خواجه بر لقمان ترش گشت و گران. چون تفحص کرد لقمان از سبب، در عتاب خواجه اش بگشاد لب. وقتی که دنبال سبب عتاب خواجه گشت که چرا خواجه او رو عتاب میکنه و لقمان مغضوب او واقع شده، حالا بگشاد لب، آمد و گفت لقمان سیدا، یعنی ای خواجه، پیش خدا بنده خائن نباشد مرتضا. مرتضا یعنی پسندیده. خدا هم بنده خائن رو دوست نداره، شما حق داری. امتحان کن جمله من را ای کریم، سیر من درده تو از آب حمیم. حمیم یعنی خیلی داغ. در قرآن هم داریم میگه که یکی از عذابهایی که جهنمیان دارن، سقو ما ان حمیما، آب داغ به اونها می نوشانن. حمه یعنی داغ، حمام یعنی جایی که آب گرم و داغ هست. باری سیر من درده تو از آب حمیم. گفت به ما آب داغ بنوشان، بعد از آن ما را به صحرایی کلان، تو سواره ما پیاده میدوان. گفت بعد خودت سوار شو و ما رو دنبال خودت بدوان در یه صحرایی. آنگهان بنگر تو بدکردار را، صنعهای کاشف الاسرار را. بعد میفهمی نتیجه حاصل خواهد شد که خائن و خادم معلوم خواهند شد. گشت ساقی خواجه از آب حمیم. خواجه ساقی آب داغ شد، به اونها نوشان مر غلامان را و خوردند آن زبیم. بعد از آن میراندشان در دشت ها، میدویدند آن نفر، نفر معنای جمع داری، یعنی آن نفرات،
می دویدند آن نفر تحت اولا، یعنی زیر و بالا، بالا و پایی می بردشون. قی در افتادند ایشان از انا، آب می آورد زیشان میوه ها. چون که لقمان را در آمد قی زناف، می بر آمد از درونش آب صاف. وقتی که اینا رو خوب آب داغ نوشاند و بعد در دریا و ببخشید در صحرا اونها رو دواند، اینا به قی افتادن، بالا آوردن میوه هایی که خورده بودن، ولی از شکم لقمان فقط آب صاف بیرون میومد. بعد حالا مولانا چی میگه؟ یعنی ببینید این طبیعت است. طبیعت نمیتونه دروغ بگه. شخصی که میوه ها رو خورده دروغ میگه، مکر میکنه، میگه ما نخوردیم، اون لقمان خورد. ولی طبیعت نه، وقتی که آب داغ نشوندی تو صحرا اینا رو دواندی و حالت استفراغ بهشون دست داد، دیگه حقیقت آشکار میشه، معلوم میشه کی خورده و کی نخورده. این عالم خارج است که مکر در اون نیست. حالا این نکته خیلی مهمی است، حالا بماند تا یه وقت دیگری، که ما که در عالم انسانی مغز داریم، ذهن داریم، اصلا این ذهن و مغز کارخونه پرده بافیه، اصلا کارش حجاب کشیدن روی واقعیت و حقیقت. طبیعت حجاب نداره، اصلا نمیتونه داشته باشه دروغ بگه و ریا کنه و مکر بکنه و حق بازی بکنه و کلاه برداره، اصلا این کارا نمیتونه بکنه. مغز ما توانایی که داره، از یه طرف توانایی ادراک واقعیت، از یه طرفی توانایی پوشاندن واقعیت داره. فوق‌العاده این مسئله مهم است. یعنی این که حالا میگن ذهن رو وقتا بعد تعطیل کرد، برای اینکه آدم به خودش برسه. ما از خودمون هم ریاکارانه تصویری درست میکنیم و به خودمون نشان میدیم و به خودمون دروغ میگیم. این اتفاق ها میفته دیگه. غزالی در یکی از نوشته هاش تو کتاب اربعینش میگه چیه میری با این اون مناظره میکنی؟ با خودت مناظره کن، بشین با خودت مناظره کن، خودت هی جواب خودتو بده، دوباره جواب اون جواب رو بده، بلکه یه جوری راحت بشی، بلکه بشناسی خودت رو. تو این جواب دادن ها معلوم میشه که کی تزویر میکنه، کی از زیر سوال در میره، کی میخواد حقیقت رو بپوشونه. واقعا همینطوره دیگه. ببینید اینجا قصه این است دیگه. واقعیت رو طبیعت بیان کرد، غلامان بیان نمی کردن، برای اینکه اونها قدرت بر مکاری و پرده پوشی داشتن. حالا مولانا میگه حکمت لقمان چو داند این نمود، پس چه باشد حکمت رب الوجود. لقمان میتواند اینطوری حقایق آشکار کنه، دیگه خدا چگونه میتونه؟ یوم تبلا از سرائر کلها، یوم تبلا از سرائر جزء اسمای قیامت است در قرآن، روزی که سرائر یعنی پنهانی ها آشکار میشه. یوم تبلا از سرائر کلها، بان منکم کامنون لا یشتها. بان منکم یعنی آشکار می شود از شما، کامنون چیزهای نهایی که نهانی که، لا یشتها دوست ندارید که آشکار بشود. کامن از همون کلمه کمون میاد، کمون در نهانی، روزی که اسرار آشکار می شوند، نهانی های شما هم که دوست ندارید آشکار بشود، آشکار میشه. چون سقوما ان حمیما قطعت جملت الاستار مما افزعت. وقتی که آب داغ به اونها بنوشانند که جزء عذابهای اخروی هم هست، قطعت جملت الاسرار، همه پرده ها پاره میشن. مما افزعت یا افزعت، پرده هایی که رسوایی به بار میارن، یعنی دریده شدن آنها رسوایی به بار میارن. نارزان آمد عذاب کافران، که حجر را نار باشد امتحان. آن دل چون سنگ را ما چند چند، نرم گفتیم و نمی پذرفت پند. حجر را نار باشد امتحان، یعنی سنگ رو با آتش امتحان میکنند. یعنی منظور این استش که چیزهای دیگر در آتش ذوب میشن، ولی سنگ ذوب نمیشه. البته گذشتگان نمیدانستن که سنگ هم بالاخره مخلوطی است از ترکیبات کانی. خب البته دیر ذوبه، ولی خب یه قطعه فلز رو مثل مصر رو مثل آهن رو نقره رو غیره رو خب راحت میشد در آتش
ذوب کرد و معلوم کرد که این فلزی است. میگه که سنگ با آتش نرم نمیشه، سنگ رو با آتش امتحان میکنند که ببینن سنگ یا نه. میگوید دل سنگ کافران رو فقط آتش میتواند نرم کنه که نمیتواند. آن دل چون سنگ را ما چند چند نرم گفتیم و نمیپذرفت پند. ریش بد را داهوی بد یافت رگ، مر سر خر را سر دندان سگ. الخبیثات الخبیثین حکمت است، زشت را هم زشت جفت و بابت است. میگه هر چیزی کیفر و جزای در خور خودش رو مییابد. اون دلی که نرمه با پند گفتن اثر میپذیرد و نرمتر میشود، اما اونی که سنگ باید با آتش نرمش کرد. و میگوید که عذاب اخروی هم معناش همینه و هر چیزی عذاب در خور خودش رو پیدا میکنه. ریشه بد یعنی زخم بد، زخم متعفن و فاسد، داروی بد باید روی او بگذارن، یعنی داروی میگذارن روش که لابد میسوزونه. حالا گذشتگان لابد چه داروهای به کار میبردن که آتش میزنه اون صاحب شخصی که مرهمی است که فوق العاده درد آور است. مثل اینکه سر خر سزای دندان سگ است. بله، حالا ما مثالهای دیگری هم داریم در زبان فارسی. الخبیثات للخبیثین در قرآن هست و طیبات للطیبین. خبیثات مال خبیثین هست، یعنی زنان ناپاک از آن مردان ناپاک هست. این در سوره نور آمده است. و زنان پاک برای مردان پاک هست. در این آیه چنان که بعضی از فقها استنباط کرده اند میگوید که زنان ناپاک، یعنی زنی که شهره به ناپاکی و بدکارگی است، با او نمیتوان ازدواج کرد، ازدواج با او جایز نیست. اون ناپاکان در خور ناپاکان هست. و طیبات الطیبین، زنان پاک مال مردان پاک هست، در خور مردان پاک هست. اینجا مولانا خب این رو توسعه معنایی داده، میگه الخبیثات الخبیثین حکمت است. خبیثات و خبیثین که یکی در خور دیگری است، یک حکمتی است. زشت را هم زشت جفت و بابت است، همسر زشت برای همسر زشت. پس تو هر جفتی که میخواهی برو، محو و همشکل و صفات او بشو. نور خواهی مستعد نور شو، دور خواهی خیش بین و دور شو. میخوای نورخیز بشی برو مستعد نور شو، یعنی صیقلی کن خودت رو صیقلی کن تا نورخیز بشی، همون که در داستان رومیان و چینیان خوانده. اما دور میخوای بشی از بساط قرب، برو خودخواهی و خوشتن بینی کن، اونم راه داره البته، خودتو ببین. دور خواهی خیش بین و خیشتن بینی و خودبینی بکن و دور شو. و رهی خواهی از این سجن خرب، اما اگر راهی به رهایی میخواهی از این زندان ویران. من نیم بیت دومش رو نمیخوانم چون سجده واجبه داره، بعد همه باید به سجده بیفتیم، خودتون بخوانید، سر مکش از دوست. اگر هم که میخواهی که از این زندان ویران رهایی پیدا بکنی، باید سر از دوست سر نکشی. خب قدری ادامه بدیم بقیه قصه زید در جواب رسول صلی الله علیه و سلم. ببینید در اینجا حالا مولانا راجع به عذاب قیامت سخنانی گفت، من هم چندان سر به سر نگذاشتم، عبور کردیم که به هر حال بر دلهای سنگ و سنگ دلان آتش میگذارند برای اینکه در خور اونهاست. یک زخم بد متعفن رو با داروی سخت درمان می کنند. یعنی کسی که غیر گناهکاره عذاب سخت داره. اون که طبیعتش گردیده و فاسد شده لابد داروهای عجیب می خواد که این رو دوباره به سلامت و به حال نرمال برگردونه. ولی کسی که اندکی تغییر پیدا کرده و اندکی از خط اعتدال دور شده راحت تر میتوان او را علاج کرد. بسیار خوب، این حالا در این عالم اینا معنی داره، هممون میفهمیم منطقی داره، ولی در قیامت برای چی؟
اصلا عذاب برای چیه؟ مجازات برای چیه؟ ببینید ما در این دنیا، یعنی میخوام بگم قیاس کردن با عذاب و مجازات در این دنیا شاید منطق درستی نباشه. ما عذاب های اخروی رو با عذاب های دنیوی مقایسه کنیم و حکم یکی رو به دیگری تسلی بدیم. گمان نمی کنم این روا باشه. ملاحظه کنید ما در این دنیا برای چی کسی رو عذاب میکنیم، مجازات میکنیم؟ فرض کنید که کسی قتلی کرده یا دزدی کرده و همین دو مثال رو بگیریم، بالاخره او رو مجازات میکنن. خب این مجازات هرچه که باشه، قاتل رو اعدام میکنن یا دزد رو زندانی میکنن یا مطابق قوانین شرعی دستش رو میبرن اگر شرایط بیجه رو داشته باشه بالاخره. خب دو تا تئوری در اینجا هست. یکی این که به اصطلاح پریونتیو تئوری، یعنی این که این برای بازداشتن دیگران است. ما این قاتل رو اعدام میکنیم تا دیگران بترسن و مرتکب قتل نشوند. دست این دزد رو میبریم تا دیگران بترسن و مرتکب سرقت نشوند و هاکذا و هلم جرا. خب این منطق در قیامت به کار نمیاد. برای اینکه در قیامت ما بیایم گناهکاران رو عذاب کنیم تا دیگران گناه نکنند، اونجوری که امکان گناه کردن وجود نداره، دیگران پند بگیرن، همچین چیزی وجود نداره. این جهان جهان عمل است و جهان اختیار است. الیوم عمل ولا حساب و قد حساب ولا عمل. این دنیا دنیای عمل است اما حسابی در کار است. جهان بعد جهان حساب است و عملی در کار است. یعنی عملها رو آدمیان کردن، دیگه هرچه بوده با خود بردن در اونجا و حالا نوبت این است که به حسابشون برسن. خب حالا به حسابشون رسیدند و معلوم شد که بنده گناهکارم، حالا میان و منو عذاب میکنن که دیگران پند بگیرن، دیگران پند بگیرن که چیکار بکنن، گناه نکنن، مثلا دزدی نکنن، سر کسی رو نبرن. این امکانی وجود داره. لذا پریونتیو میجر، یعنی اینکه مجازات برای پیشگیری و جلوگیری از تکرار جرم است، در مجازات های اخروی جاری و ساری نیست. خب دومیش این هستش که بگوییم که خب استحقاق، تئوری استحقاق، دزرت. اصلا شما که گناه کردید، کار خلاف کردید، یعنی دزدی کردید، قتل کردید، اصلا مستحق مجازاتی کسی باشه تو این عالم یا نباشه، آدمیان دیگه باشن یا نباشن، شما اصلا مستحقید که شما رو بکشن و خودتونم این استحقاق رو به وجود آوردید، مستحق این شده اید که دستتون رو ببرن. و بر این قیاس روز قیامت هم شما با این استحقاق وارد قیامت میشید. استحقاق دارید که به بهشت برید، خب لاجرم باید به بهشت برید، و استحقاق دارید که شما رو مجازات کنن. خیلی خوب، بسیار خوب. یه کسی رو مجازات میکنن که استحقاق داره دیگه. برای چی؟ برای اینکه این آدم یا خودش بعداً مرتکب او نشه، یا اینکه بالاخره یه تنبهی در او حاصل بشه. اگر بنا باشه که در قیامت عذابهایی به افراد بدن که دائم باشه و خالد باشه، یعنی برای همیشه این عذاب باشه، استحقاق به چه معناست در اونجا دیگه؟ یعنی یه موجودی تبدیل میشه به یه هیزم برای سوختن تا ابدالآباد میسوزه. این تئوری استحقاق رو بعضی ها مطرح کردن برای اینکه از اون مشکل اول رهایی پیدا بکنن، یعنی اینکه بگوین که خب مجازات برای تخفیف عمل، تخفیف ببخشید، برای پند دادن به دیگران. ولی در برای اون که این دومی رو مطرح کرد، ولی یه دیگه هستن اساسا میگن بحث استحقاق و بحث پند پذیرفتن دیگران نیست. یک ناظر در اینجا وجود داره که میتونه شما رو ببخشه، میتواند هم نبخشه، چون استحقاق دیگه بخشیدنی نیست. مثل همین کار عمل طبیعی است که اینجا دیدیم که آب داغ رو بخورونید، حقیقت آشکار خواهد شد، جلوی او رو نمیتونید بگیرید. نمیشه عفو کنید یک کسی رو که مزاجش کار نکنه و نشان ندهد که
میوه های قصبی رو خورده است. ولی وقتی که اعتباری شد، یه کسی میتواند یه جایی بنشینه و به من بگه که خب شما دفعه اولت این کاری کردی، این دفعه شما رو میبخشیم ولی دفعه بعد نمیبخشیم، مراقب باش و برای خودت داریم میگیم برای اینکه گرفتار مشکلات نشی. حالا فرض کنید من دفعه دوم و سوم و دهمم این جرم رو مرتکب شدم، بالاخره قرار است که با مجازات منو آدم کنن دیگه. اما اگه قرار است که من برای همیشه بسوزم و بسازم، دیگه آدم شدنی هم در کار نیست. به همین دلیل است که کسانی که قائل شدند به عذاب اخروی با سوالات مهیبی روبرو هستند. مخصوصا که قصه خلود در نار مطرح بشه. لذا عرفا نوعاً خواستن با تعبیر بعضی از آیات خلود در آتش رو حل کنن، یعنی بگن چنین چیزی نیست، نهایتاً افراد حالا دیر یا زود از آتش بیرون میان و جهنم رو ترک میکنن و به بهشت برین میروند. اما برای اونهایی که خلود در نار رو مطرح میکنن، این سوال ها البته سوال های سنگینی است. بگذاریم از اینکه مولانا چند جا راجع به عذاب که سخن گفته، در یکی از موارد خوب سخنان خیلی عالی و حکیمانه آورده، میگوید که قشر نار دوزخ جز که قشر افشار نیست، نار را با هیچ مغزی کار نیست، ور بود بر مغز ناری شعله زن، بهر پختن دان نه بهر سوختن. اون اصلا یه حرف دیگری است، میگه آتش جهنم برای پختن آدم هست، برای پختنه. درست مثل آدم هایی که کالن و میرن در آتش، مثل غذای که شما خامه، گوشت خامه، نخود خامه، لوبیا خامه میذارید میپزه. این خیلی حرف دیگری است، یعنی اصلا تصویر ما را از عذاب بیرون میاره. ظاهرش عذابه ولی باطنش رحمته، شما داری میپذی و پخته میشی به معنای واقعی، یعنی به کمال میرسی. اما خب این کمال رسیدنت به عقب افتاده، یعنی شما خود در این جهان قدر وقت رو ندانستی و به تأخیر انداختی کمال خودت رو، خام و کال از این عالم رفتی. و این نزدیک است به سخنان ابن عربی. ابن عربی در آثار خودش داره میگوید که در روایات هست، البته این در قرآن نیست، که بهشت روی جهنم بنا شده است، طبقه بالای جهنم بهشت. بعد اون میگه که این برای این استش که آتش جهنم میوه های بهشت رو بپزن. و حالا اینا خیلی تمثیلیه دیگه، ولی ببینید ذهن این عرفات و کجاها کار کرده. خلاصش اگر ما از عذاب یه چنین درکی داشته باشیم مثل مولانا که برای پختن آدمیانه، این ظاهرش مجازات و کیفر و تنبیه و عذاب و خشم و شکنجه است، اما باطنش رحمتن در رحمت است و کالی شخص رو که رسیدگی خود رو به تأخیر انداخته، اون کالی رو علاج میکنه و او هم رسیده و پخته میشه، میره بعدن در سلک دیگران مینشینن علا قدر مراتبه. اما اگر بگیم که نفس شکنجه کردن است برای شکنجه کردن تا ابدالآباد، تا بی نهایت دهر که پایان ندارد، انصافا سوالات دشواری رو پدید می آورد. به قول مولانا این سخن پایان ندارد، خیز زید بر براق ناطقه بر بند قید، جناب زید برخیز و مهار این اسب رو بکش، اسب ناطقه رو، این دهان رو ببند. ناطقه چون فازه ها آمد عیب را، فازه یعنی رسوا کننده، فضیحت بخش، وقتی که زبان تو داره الان عیب ها رو آشکار میکنه، می دراند پرده های غیب را، غیب مطلوب حق آمد چند گاه، این دهل زن را بران بربند را. بله کمی از این غیب گفتن و پرده دریدن مطلوب حق بود، ولی دیگه نبیش از این استش که این دهل زن را بران بربند را، تک مران در کش انان مستور به، هر کس از پندار خود
مسرور به. این بیت الغزل است، این شاه بیت این داستان است. تک مران در کش انان مستور به، هر کس از پندار خود مسرور به. حق همی خواهد که نومیدان او زین عبادت هم نگردانند رو، هم به امیدی مشرف می شوند، چند روزی در رکابش می دوند. خواهد آن رحمت بتابد بر همه، بر بد و نیک از عموم مرحمه. حق همی خواهد که بر هر میر و اسیر، با رجا و خوف باشند و حذیر. این رجا و خوف در پرده بود، تا پس این پرده پرورده شود. چون دریدی پرده کو خوف و رجا، غیب را شد کر و فری بر ملا. نگو، نباید بگی که تقدیر و سرنوشت واپسین آدمیان چیست. خداوند میخواهد که آدمیان در امید و رجا باشند، ببخشید در خوف و رجا باشند. از یک طرف بیم داشته باشند از سوء عاقبت، از طرفی هم امیدی داشته باشند به حسن عاقبت. اما وقتی که تو پرده رو برداریدی، غیب را فاش کردی، عیب را فاش کردی، امیدی نمیماند، خوفی نمیماند، همه تکلیف ها تمام شده. قیامت در قیامت ظاهر خواهد شد. در این دنیا قیامت رو نباید آورد. یوم تبل السرائر روز دیگری است. اینجا تبل السرائر نیست. اینجا جهان غیبت است، جهان حجاب است، جهان محجوبیت است، جهان بیم و رجاست و جهانی است که هر کس از پندار خود مسرور به. روز قیامت است که همه چیز آشکار می شود. وضع الکتاب و تر المجرمین مشفقین مما فیه. اون روز است که نامه ها باز می شود و مجرمین وقتی که از محتویات این نامه ها آگاهی می یابند، اونگاه است که لرزه بر اندامشون می افتد. اونا لکه تبلو کل نفس ما اسلفت و ردو الالله مولاهم الحق و ظل عنهم ما کانوا یفترون. در اون روز آدمیان هرچرا که از پیش فرستاده اند در مقابل چشمان خودشون مجسم می‌یابند و همه را به سوی خدا می‌رانند و هرچرا که به باطل پنداشته بودند محو و نابود خواهد شد. یعنی حقیقتی که در اون مکر نیست، ریا نیست، تزویر نیست، دروغ نیست، آشکار خواهد شد. آدمیانی که اهل افترا هستند، اهل دروغ و اهل مکرند، همه مکر و دروغشون زوال و اضمحلال پیدا خواهد کرد و خود حقیقت به خود حقیقت خواهد تابید. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت و ردوا الی الله مولاهم الحق و ضل عنهم ما کانوا یفترون. بقیه داستان رو از مولانا نوبت آتی خواهیم شنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر و همه دوستان. انشالله که تو این 10 روز باقی مونده این ماه بهترین و نابترین اتفاقا واسه همون بیفته. والا سوال کردن یه خیلی سخته، آدم بخواد تمام است جمع بکنید تو خیلی خلاصه و فوتا خیلی مشکله. سوالی که من برام به وجود اومده با توجه به ابیات ابتدایی که گفتین در مورد خاتم سلیمان، نگین سلیمان، چیزی که وجود داره ما چجوری میتونیم متوجه بشیم که یه پرانتز اینجا باز بکنم، ما تو قرآن داریم که در نهایت تمام اون حسا یک جوری توی دست خداست، یعنی او میخواهد که ما راه ما بشویم یا نشویم، به سمت خوبی برویم یا نرویم. این حالا تلاش ما، توکل ما، همه اینها که بستر در نهایت با دعا، که با دعا ما سعی میکنیم خودمون رو در معرض اون نعمت قرار بدیم، اینا همه جای خود. اما توی یک سری شرایط و حالات واقعا
ما چجوری میتونیم متوجه بشیم که این به عقد سلیمان درونمون به قولی داریم در میایم، یا اینکه به عقد اون دیپ داریم در میایم، و اینکه تمام این صداها، تمام این احوال همه خیلی شبیه همدیگه است، و اینکه ما این نگین رو به یک نوعی به تعبیر مولانا داریم در دست سلیمان درونمون میکنیم و داریم در دست دیو درونمون میکنیم، یا اون چیزی که داریم درونن تو اون سیر و سلوکی داریم طی میکنیم، این کدوم اومده؟ بخاطر اینکه الان وقتی نگاه میکنیم میبینیم کم نیستن، این کمترین چیزیه که شاید اتفاق بیفته. به قول حافظ، عشق آسان نموده اولادی افتاد مشکل. آدم هایی که به وادی جنون، به وادی توهم، به وادی خیلی خیلی شنیدیم و دیدیم و همیشه اینها هست، هر چقدر که میری جلوتر، حالا درسته اون عشقت وجود داره، ولی خود همون عشقت هم میری جایی که این عشق اصلا از کجا هست، چی هست. چیزی که مولانا و امثال مولانا به مون نشون داده یک سمفونی خیلی زیباییه، ولی توی این بستر و اون لایه‌های زیرین، اون نوت‌ها و اون پراکندگی و هزاران هزار چیزی که اصلا خیلی خیلی مشکله. یعنی خود مولانا هم اگر شاید شمس نبود یه جای دیگه و یه بر دیگه میرفت. این چیزیه که نمیدونم اصلا جوابی داره الان بتونین تو این وقت بدین یا اصلا نمیدونم، ولی خواستم سوال بکنم ببینم که اگر جوابی داشته باشه ممنون میشم. حتی ببینید جواب که داره، منتها جوابش به صورت یه فرمول ریاضی نیست، به صورت یه ترازوی ساده نیست که شما جنس رو بذارید و بکشید و بالاخره معلوم بشه که این 5 گرم 10 گرم، اینطوری ها نیست. جوابش این است که آدمی خودش باید تبدیل به ترازو بشه. ببینید از یه طرف ساده است، شما چجوری در اثر زندگی و در اثر تجربه ها کم کم در میابید که چه کسی دوست شماست و واقعا دوست شماست و چه کسی نیست، آیا چه کسی اصلا حق بازه. حالا اشتباه هم گاهی میکنید، یعنی همیشه موارد متشابه وجود داره که آدم ممکنه بینابین و در تردید باشه، ولی تجربه است دیگه. هیچ کسی نمیاد به شما بگه، به فرضم بگه، با گفتن مسئله حل نمیشه که من دوست واقعی شما، من حقیقتا شما دوست دارم از تای دل، یا بیاد به شما بگه من دشمن شما. شما در اثر تجربه، رفت و آمد و طول مدت این رفت و آمد، یک کلیدایی که شاید نتونیدن بیان کنید، یعنی فرموله کنید، طی یه گزاره های در به اصطلاح یه نوینگ هاو، یک مهارت در شما حاصل میشه که یه کسی دهن باز میکنه شما میتونید اسم حقوق بازاست، یا یه کسی دیگه رو میفهمید که نه، آدم سلیمیه، آدم درستیه. ببینید ما خودمون با خودمونم به شرط اینکه حواسمون جمع باشه میتونیم این چنین باشیم، یعنی خیلی روی خودمون کار کنیم و بعد رفته رفته میتونیم بفهمیم این بانگی که از درون ما برمیخیزه به اصطلاح بانگ شیطانی دیو یا بانگ رحمانیه و سلیمانیه. حالا اشتباه هم میتونیم بکنیم. اینی هم که رو خودمون کار بکنیم، دیگران هم کار کردن رو خودشون، کلی میراث برای ما به جا گذاشتن، با آثار اونا هم باید آشنایی پیدا کرد. کسی که جستجوگره اونقدر نکته های ظریف و لطیف پیدا میکنه توی سخنان گذشتگان، اگه واقعا اهل کار باشه و اهل عمل باشه، پیدا میکنه و میبینه عجب، مثلا فلان کس که فریاد میکشید از سر چی بود، فلان جا که فلان داوری رو کرد به چه سبب بود. میبینید که اونا هم گرفتار همین معضل بودن، یکیشون تونست موزه رو اینچنین حل کنه، دیگر اونچنین. اینا به شما یه کلیدهایی میده و این در طول زمان، البته اینچنین شما میتوانید رهایی پیدا بکنید، ولی اینکه فکر کنید کسی به شما دست کم در حد معلومات بنده یه میزانی بده و یه ترازوی در اختیارتون بذاره که شما با او به راحتی بتوانید بسنجید و جواب یه مسئله رو روشن به دست بیارید، به گمان من چنین چیزی وجود نداره. خود آدمی باید تبدیل به ترازو بشه و خودش که تو تبدیل به ترازو بشه باید خیلی رو خودش کار کنه، تا به قول مولوی ترازو جز راستی نمیگه دیگه، ترازو خواهش کسی رو قبول نمیکنه که کم نشون بده یا زیاد نشون بده. اینه مسئله، این است. بعدم از تجربه دیگران باید استفاده کرد. ما معمولا یه چیزی که اشتباه میکنیم اینه،
در مسائل روحی ها، در مسائل تربیتی، در مسائل دیگه نه. مثلا بنده میخوام ریاضیات بخونم، نمیشینم خودم از خودم ریاضیات درارم از همون جمع و تفریق اولی، نه خیلی میرم میدونم دیگران کار کردن تا مراحل بسیار بسیار، بعد از اونا یاد بگیرم، بعد اگه تونستم یه قدمم خودم بردارم. ولی ما در امور تربیتی واقعا مثل که اینا رو مهم نمیدونیم. من خودم شروع میکنم یه فکرایی میکنم، یه کارایی میکنم. نه، اینجاها باید شما از راهنمایان کمک بگیرید. گفت قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. همین که الان شما تمیز میدید، یعنی مولانا به ما میگه که سلیمانی هست و دیوی هست، کار کن دیوا، سلیمان زنده است، تا تو دیوی تیغ او برنده. همین و اینکه حالا بریم سلیمان درونمون رو پیدا کنیم، پیدا کنیم که بانگی که دیو میزنه کدام است، بانگ سلیمان کدامه. همین تفتون نیکوست، یعنی قدم اول است و بعدن میگه باید قدم های دیگر رو برداشت به شیوهی که عرض کرد. تئوری که همین مطرح کردین که قیامت یعنی دنیای دیگر رو چه شکلی در مورد عذاب و اینها مطرح کردین، خب یه سری مشکلات حل میکنه واقعا، همینه که شما توضیح دادین. ولی خب خیلی ارزش این دنیا رو پایین میاره و اینکه مثلا ما توی این دنیا اصلا قراره چیکار بکنیم و اینکه اصلا توی قرآن مثلا این همه بهمون نهیب میزنه که خب اگه قرار بشه آخرش همون دنیا یا سر زجر دیگه بکشیم و همه اتفاقای خوب بیفته و بالاخره پاک بشیم، خب خیلی پوینتی نمونه توی این دنیا که حالا بخوایم خودمون رو اذیت بکنیم. ضمن اینکه اون دنیا من نمیدونم واقعا قراره روابط وجود داشته باشه، مثلا یه آدمی این همه آدم زندگی این همه آدم رو نابود کرده، خب حالا هر چقدر هم بسوزننش، زندگی هایی که نابود کرده که نتونستن به اون کمالشون برسن هیچ وقت جبران نخواهد شد. نمیدونم یه کمی به نظر من خفیف کردن این دنیاست که خیلی هم ظاهرا قرار ارزش داشته باشه. مرسی. چرا خفیف کردن این دنیاست؟ من اینو متوجه نشدم. برای اینکه این دنیا به نظر میاد که یه فرصتیه که به ما دادن که به اون کمالمون برسیم. یعنی خیلی توی این من همیشه برداشتم این بوده که این دنیا یه چیز خیلی خاصیه که یه فرصت خیلی خاصیه که به ما داده شده، اگه استفاده نکنیم از دستمون رفته دیگه. و اون مثلا خب وقتی بگن که نه حالا اگه این دنیا نکنه یه دنیای دیگه درست میشه، خب این خیلی هم میگم باز به نظر میرسه که پوینت نداره من تو این دنیا بخوام خیلی هم حالا مواظب باشم یا چیزی، بالاخره اون دنیا به زور میکننه. خیلی خوب، انتخاب شماست. بله واقعا همون که مولانا گفت، گفتش که جهنم هم معبده، معبد مرد لعیمک اسقمته، مرد کریم اکرمته. میگه برای این مرد لعیمان را بزن تا سر نهند، مرد کریمان را بده تا زر دهند. میگوید که جهنم معبده، اونجا هم آدما با زور تسلیم خدا میشن و مطیع خدا میشن، ولی بهتر اینه که آدم با اختیار تسلیم خدا بشه. این دنیا با اختیاره، اما اونایی که نشدن بالاخره با زور تسلیم خواهند شد. بنابراین به قول او جهنم هم برای خودش یه عبادتگاهه، شد عبادتگاه گردنکش سقر. ببینید چرا تخفیف این جهانه؟ این جهان به شما میگن که به شیوه نیکو و مشروع و پاک زندگی بکنید، اون جهان هم از شما استقبال میکنند و زندگی سعادتمندانه خواهید داشت. اما اگه این چنین نکنید، خب در رنج خواهید بود. ولی بالاخره از اون بر شما حساب کنید، خدا آدمیان رو بیهوده که نیافریده. بالاخره این آدمی که نباید بسوزه تا ابد، به هر جایی باید برسه. این همه قوا در آدمی خدا نهاده، اینا بالاخره همه حروم بشه، از بین بره. بله با زجر و شکنجه و غیره ممکنه که این راه رو طی کنه و نهایتاً به جای برسه. ما که جزئیات اینا رو نمیدونیم، یک شمای کلی داریم میگیم و به نظر من این شما خیلی منطقی تر و معقول تره، این که مولانا تصویر میکنه. اما اونایی که به کمال نرسیدن، زندگیشون سوخته، والا من نمیدونم برای اونها چه پیش خواهد آمد، نمیدونم، جایی هم ندیدم کسی چیزی بنویسه. بنابراین هر وقت این سوالا پیش میاد، من تنها سخنی که میگم ما اینها رو حواله به عدالت الهی میکنیم، چون مطمئنیم که خداوند لا یظلم مثقال ذره، خداوند به اندازه سنگینی یه ذره هم ظلم نمیکنه، حتما پاس اونها رو داره، با اونها هم به عدالت رفتار خواهد شد. اما چگونه و چطور بر بنده مجهول است.
اینی هم که خب میگن توکل بر خدا باید کرد، من چند بار این رو گفتم، توکل بر خدا این همین، یعنی توکل بر عدالت الهی، توکل بر وعده های الهی، توکل بر قول های او. یعنی وقتی گفته من به عدالت رفتار میکنم، ما متوکل، یعنی اعتماد کنیم که این چنین خواهد. و همین، بیش از این در اختیار ما و در دسترس اطلاع ما نیست، نه دست کم بنده حقیر. سلام استاد، من یه سوال داشتم راجع به این همین قطع این مرحله بی همراهی خضر نکن، یا مثلا خود مولانا میگه باقیان هم در حرف هم در مقال تا به استاد و محتاج مثال، ولی بعضی جاهای دیگه مثلا در قرآن فلذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یا مثلا خود مولانا میگه بر تو نگدازی عنایت های او خود گدازده در مولای، و اینجا این توی این ابیات توی اون ابیات لزوم استاد بیشتر معلومه، توی این ابیات نشون میده که شاید اگه استادی هم نباشه، کسی دسترسی نداشته باشه، بشه این مرحله رو طی کرد. و میخواستم بدونم این استاد مثلا منظورش اینه که ما مثلا پای درس شما میشینیم یا مثلا به حرفای مولانا گوش میدیم یا نه، مثلا استاد کسی مثل شمس برای مولانا که شاهد و ناظر بر اعمال و احوال اون شخص اون سالک. همه جورش هست دیگه آقا، بالاخره توی دانشگاه ها انواع استادا هستن، درس ها میدن تو مراتب و مدارج مختلفن، اینجا هم همینطوره، علا قدر مراتب هم دستگیری میکنن. بعد هم بله، هر دو صورت هست، یعنی مواردی هست منتها استثناءن که چنان که شما خوندید، بر تو نگدازی عنایت های او خود گدازد، گاهی این چنین میشود که حتی بدون استاد، حتی از نظر مولانا گاهی بدون طی مقدمات، ناگهان یک دستی از غیب برون آید و کاری بکنه. ولی خب میگوید که اصل خود جذبه است، لیک خاجتاش کار کن، موقوف آن جذبه مباش. اصل این است که جذبه‌ای برسد که بدون اختیار ما، بدون کنترل ماست، ولی تو ای خاجتاش، ای رفیق و همردیف، کار کن، موقوف آن جذبه نباش، تو در انتظار آن جذبه ننشی، کار کن. گرچه وصالش نبه کوشش دهند، آنقدر ای دل که توانی بکوش. بنابراین اینا هیچ کدوم معناش نیستش که آدمی همینطوری دراز بکشه و منتظر اون جذبه باشه، نه، به اندازه خودش باید کار بکنه، بلکه همون جذبه نرسه، اما این کارهایی که میکنه برای او سودمنده، بالاخره خودسازیه و بذر فضیلت‌های نیکو رو در خود می‌نشاند و وجود خودش رو تبدیل به یک گلزار معطر می‌کنه. چه بهتر از این؟ حالا اگر علاوه بر این یک نعمت کلان دیگری هم نصیب او شد که نعم المطلوب، نشد هم در میانه راه سرگردان نمانده است، یعنی دستاوردی داشته است. آقای دکتر ما وقتمون تمومه، ولی خب دو نفر دیگر دوستان هستن. اجازه بدید، بله اجازه بدید دیگه برای نوبت آتی. همگان رو به خدا میسپارم و از همگان التماس دعا دارم، امیدواریم که همه رو در دعاهای نیک خودتون سهیم کنید. السلام علیکم و رحمت الله، خدا نگهدار همگان.